از مظاهر رئیس زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا دعوت کردیم تا پیرامون این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. آقای رئیس زاده، با سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای رئیس زاده، ارزیابی شما از این اقدام پارلمان تاجیکستان چیه؟ بفرمایید. سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای بهنام و همچنان بیننده ها و شما. از دید تحول جهانی وقتی ببینیم کشورها و دولت ها سیاست هایشان در قبال سیاست داخلی و سیاست خارجی همیشه متحول بودند. بر اساس تقاضای زمان، بر اساس وضعیت اجتماعی و روانی مردم، این سیاست ها میتونه هم در خارج هم در داخل تغییر بکنه. همچنین سیاستی که دولت تاجیکستان در پیش گرفته، ما مثال هایی را در این مورد داریم، مثل عربستان، کشور ترکیه که مصوبه های جدید را ایجاد کردند که بر اساس تحول اجتماعی میخواهند این را تطبیق بکنند. اما در تاجیکستان مسئله جای دیگه هست که تاجیکستان بعد از استقلالیتشان از اتحاد جماهیر شوروی متاسفانه با کمبود اقتصاد و وضعیت ناهنجار اجتماعی روبرو شده بود. کرمی مسئله باعث شده بود که در تاجیکستان افرادگرایان مذهبی و دینی در تاجیکستان باوجود بیه که ما در طول چند سال دهه گذشته ما چندین جنگ داخلی در تاجیکستان تجربه کردیم و دیدیم. از دید دیگه، از لحاظ ژئوپلیتیکی، تاجیکستان همسرحد است با افغانستان. در جنوب تاجیکستان امروز گروه های تروریستی وجود داره که با طالبا هم همکاری بکنه و همچنان در گروه های داعشی وجود داره که اینا برگرفته از ریشه های افراطیت مذهبی است که تاجیکستان از این دید میخواهد با در تامین امنیت ملی خود این موارد مذهبی را در تاجیکستان اجرا بکنه که مردم را یک دور بکنه از مسائل افراطیت مذهبی. خب یعنی دیدی مثبتش است که تاجیکستان ایران میخواهد پیاده بکنه، اما یک دیدی دیگه هم این است که تشویق فرهنگ بومی در کشور صورت بگیره، این برای جامعه و برای سیاست و کشور هم تاثیر گذار است و همچنان در این مورد ما میتونیم تولیدات داخلی را مطرح کنیم. اما دیدهای منفی هم در این مورد وجود داره که من میخواهم مرام ذکر بکنم که تقریبا 99 یا 98 درصد مردم تاجیکستان مسلمان است و اینمی سیاست دولت تاجیکستان بدون در نظر گرفتن جامعه و اجتماعش و مردمش و ملتش، این یک نقض واضح حقوق دینی و مذهبی در جامعه تاجیکستان است. خب مردم میخواین حجاب داشته باشن یا کسی نمیخواد حجاب نداشته باشه یا میخواد مراسم دینی و مذهبیش رو بپا بکنه و ادامه بده، اینکه بین صریح رد بکنن که در تاجیکستان حجاب ممنوع است و کسی که مخالفت بکنه نمیفهم چندین دلار جریمه میشه، 350 دلار یا 700 دلار جریمه میشه و مکانها و دوائر دولتی که اونجا زنان با حجاب وارد شوند اینقدر جریمه میشه و همچنان کودکان نمیتونن در مراسم اعیاد اسلامی شرکت بکنن. این خودش یک نقض دینی و مذهبی صریح به وجود میاد. و مسئله دیگه دیکتاتوری سیاسی سیاست دولت بر اجتماع است. خب اما دیکتاتوری دیکته نمودن سیادت های دولت ها را بر خلق و بر مردم و بر اجتماعش زیاد تجربه کردیم. در ایران تجربه را ما دیدیم، در افغانستان هم، در خصوصا در وضعیتی که فعلا طالبان هست، این دیکته سازی افراطیت ما دیدیم. یعنی این دیکته سازی افراطیت سیاسی میتونه در تاجیکستان هم به وجود بیاد که ما فکر میکنم که دولت تاجیکستان باید یک کمی عقب نشینی بکنه از این مورد و به طور انعطاف پذیری سیاسی را ایجاد کنند تا مردم و ملت تاجیکستان پذیرای سیاست ها باشند. بله، با تشکر از مظاهر رئیس زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا که از آنکارا دعوت ما را پذیرفتند.